یه تکنیک بسیار قدرتمندی که برای پیدا کردن اشتراکات و بهتر جلو بردن ارتباط میتونید ازش استفاده کنید و خیلی افراد کمی ازش استفاده میکنن و واقعا انجامش خیلی راحته، خیلی در دسترس معمولا، اینه که تحقیق کنید راجع به اون فردی که میخواید باش ارتباط برقرار کنید، اطلاعات داشته باشید ازش. من خیلی میبینم افراد مثلا میدونه که داره میره فلان سمینار، فلان ایونت، فلان جلسه کاری و میدونه که کسی که اونجاست رو، یه کسی که اونجاست رو میخواد باهاش صحبت بکنه و آشنا بشه. خب اگر اسم و فامیلیش رو میدونید، خیلی کارا میتونید انجام بدید برای اینکه راجع به اون آدم اطلاعات کسب کنید. و این اطلاعات چه کمک به ما میکنه؟ وقتی باهاش شروع میکنیم به صحبت کردن، راجع به علایق اون حرف میزنیم، راجع به دغدغه های اون صحبت میکنیم، میدونی مثلا چه جور آدمیه، چه مدل آدمیه، چه چیزهایی براش الان اهمیت داره، چه کمکی حتی ما میتونیم بهش بکنیم. اینا همه از تحقیقات قبلی ما به دست میاد. یه راه خیلی سادهش تحقیق تو شبکه‌های اجتماعیه. یه راه دیگهش پرسجو از افراد مشترکی که هم من میشناسمشون، هم اونها اون آدم رو میشناسن. منشی اون آدم اگر دارم میرم مثلا وقت قبلی ازش بگیرم، از طریق منشیش میشه یه اطلاعاتی به دست آورد. سابقش چی بوده، گذشتش چی بوده، تو چه صنفی فعالیت کرده، با چه سازمانهایی کار کرده، همه ی اینا میتونه به ما دیتا بده. و اون موقع دیگه وقتی به آدم میگیم سلام، یه کشتی نیستیم که وسط یک اقیانوس قرار گرفته و نمیدونه داره کدوم ور میره، نمیدونه این بحث میخواد به کجا برسه. چند تا نکته تو ذهنش هست و تلاش میکنه بحث رو به اون سمت هدایت کنه، همون سمت و سویی که از قرار مورد علاقه مخاطبش هم هست. پس خیلی شرایط بهتر میشه، خیلی اوضاع بهتر میشه. هر چقدر اطلاعاتتون بیشتر باشه، شکل دهی رابطه کار راحت تری میشه. این خیلی بهتره که شما مثلا سناریو A هیچی راجع به این آدم نمیدونین و میخواییم برین جلو سلام علیک کنید. سناریوی B از طریق وبسایت، از طریق افراد مشترک، از طریق شبکه‌های اجتماعی میدونم که این آدم در حوزه آیتی داره فعالیت میکنه، از طریق پستایی که تو شبکه‌ها گذاشته و لینکدینش هم متوجه شدم که خیلی به حوزه مثلا تکنولوژی‌های نوین علاقه داره، دانشگاه کرمان هم درس خونده، متأهلم هست. همه اینها، همه این دیتاهای ارزشمند کامل میتونه شرایط رو عوض کنه، کامل میتونه اون بحث منو تغییر بده وضعیتش رو. پس هر چقدر بیشتر تحقیق کنید، هر چقدر بیشتر اطلاعات داشته باشید بهتر میشه. خیلی گام پیشرفته ترش اینه که من بر مبنای اطلاعات بتونم کشف کنم این آدم احتمالاً الان چه دغدغه هایی داره، چه نیازهایی داره، من چه کمکی میتونم بهش بکنم. و بیشتر وقتی دارم باهاش ارتباط برقرار میکنم، به جای اینکه روی کردم این باشه که بیا بهم کمک کن، بیا بهم اطلاعات بده، بیا بهم فلانی رو معرفی کن، بیا این کارو بکن، بیا ازم خرید کن، روی کردم اولین باشه که من چه کمکی میتونم بهش بکنم و شروع کنم دست و دل بازانه. حالا اون کمک میتونه یک تجربه باشه، یک اطلاعات باشه، یک معرفی شخص دیگه ای باشه، یا هر چیزی. من شروع کنم بهش کمک کردم و بعد میبینید که اون آدم چطور بعدش خودش مشتاقانه داوطلبی که به شما کمک کنه. پس تحقیق کردن و اطلاع داشتن راجع به افراد خیلی مهمه، بلخص اگر تو بحث‌های فروش بخواید وارد بشید. هر چقدر بیشتر راجع به مشتریتون اطلاعات داشته باشید، تو جلسه فروش خیلی بهتون کمک میکنه، تو فرآیند مذاکره خیلی بهتون کمک میکنه. حتی بدونید این آدم چه علاقه مندی هایی داره، سرگرمی هاش چیه. مثلا این که من بدونم این آدم ویولون میزنه، احتمالا تو بحثی که باهاش دارم خیلی بهم کمک میکنه. شاید بگید خب این صحبت ها اصلا کاریه، چه ربطی داره به ساز زدن این آدم؟ ربط داره، خیلی ربط داره. وقتی بتونی رابطه رو دوستانه شکل بدی بعد که وارد استیج کاری میشی، خیلی شرایط فرق میکنه. تا اینکه فقط کاری باشه، فقط کاری دیگه اون آدم یه ترازو تو ذهنشه و داره تمام تلاشش رو میکنه که سمت خودش رو سنگین تر کنه. اما وقتی دوستید با هم در ابتدا،
آدم ها معمولا منافع دوستانشون رو هم در کنار منافع خودشون در نظر میگیرن. خیلی بازی رو عوض میکنه شرایط. پس حتما و حتما تحقیق کنید راجع به اون افرادی که میخواید ملاقاتشون کنید، از پیش اطلاعات داشته باشید، بدونید چی میخواید بگید، آمادگی داشته باشید. فکر نکنید که حالا میریم ببینیم چی میشه و میریم حالا یه اتفاقی میفته. باور کنید معمولا اتفاق جالبی نمیفته. اگر هم حتی ارتباط رو شکل بدید معمولا اینطوری تموم میشه که بقیهش باشه واسه جلسه بعد، حالا بهتون اطلاع میدم، حالا راجع به صحبت میکنی، پایان باز و به اون نتیجه که شما میخواید نمیرسه. پس حتما این گام تحقیق کردن و اطلاعات داشتن رو جدی بگیرید. از منابع مختلف آنلاین و آفلاین میتونید استفاده بکنید و وقتی میخواید حالا به اون آدم صحبت بکنید، میبینید چقدر این اطلاعات بهتون کمک میکنه.